الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك غير. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، ولعن أعداءهم وقتلتهم وظالميهم ومخالفيهم وقاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وشؤونهم ومخربي شريعتهم أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت، ونعف لهذه الأمة وأم الشرور. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وامن علينا برضاه، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأرزاقنا به مبسوطة ودعاءنا به مستجابا. آمين يا رب العالمين. صل على محمد وآله الطاهرين. سلام علیکم و رحمت الله خدمت تک تک شما عزیزان و روزداران و شب زندداران همراه این برنامه. عرض ادب دارم و امیدوارم که اوقاتی خوش و دلی با صفا آکنده از مهر و محبت محمد و آل محمد، چشمانی تر و قلبهایی سرشار از آب حیات، یعنی روح معنویت و توجه به خداوند متعال و احساس نزدیک شدن و تقرب به ولی زمان، وجود مقدس امام عرس علیه السلام، نصیب شما شده باشه در روزهایی که از ماه مبارک رمضان پشت سر گذاشتیم. امیدوارم در روزهایی که پیش رو داریم به عنایت خود وجود مقدس صاحب سفره امام زمان علیه السلام، روز به روز توجهات حضرت به شما عزیزان بیشتر و بیشتر بشه و توفیق انجام اعمالی خالصتر و دلپسندتر نزد حبیب خداوند در این زمان، وجود مقدس صاحب الامر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، پیدا کنید.
خب جمعه دیگر رو پشت سر گذاشتیم و جای تأسف به حال خودمون داره، مخصوصا حقیر گوینده که باز هم از شنیدن صدای دعوت آقا و مولای مظلوم و غریبمون از کنار خانه کعبه و قبله مسلمین محروم شدیم. باز هم وعده خداوند به جهت آماده نبودن من نوعی و امثال من و به جهت بیتوجهی و انجام ندادن وظایفی که به دوشم هست، به گردنم هست و خداوند انتظار داره اونها را انجام بدم تا دلها و سراسر وجودم آماده پذیرش امر امام زمان علیه السلام رو داشته باشه. باز هم جمعه گذشت و این امر به تأخیر افتاد. امیدوارم که خداوند باقی مانده دوران غیبت رو به خود حضرت بر ما ببخشه، دورانی که از اون به بیابان سینا تعبیر شده، همان بیابانی که قوم بنی اسرائیل سالهای سال در اون حیران و سرگردان بودند. صبحا از خواب برمی‌خیزیدند و برخواسته و آماده مسافتی طولانی رو طی می‌کردند به امید اینکه به مقصد و مقصودشون برسن، اما شب هنگام دوباره خودشون رو در همون جایی می‌دیدن که صبحگاهان از اون قصد سفر کرده بودن و این حیرت و تحیر سالیان سال به طول انجامید تا وقتی که خداوند منجی خودش رو برای اونها رساند و امر خودش رو محقق کرد و فرج اونها به وقوع پیوست. خدایا بار الها، این بیابان زلالت و تحیر و حیرت ما رو با ظهور منجی خودت، اون شخصی که وعده او رو به همه انبیا و اولیا و صالحین خودت دادی و همه منتظرینی که حقیقتاً با چشمانی تر و دعاهای خالصانه تمنای ظهور ولی این امر رو، امام زمان مهدی آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، رو کشیدند و از این دنیا رفتند و در این عصر هم خوبانی هستند که از صمیم دل یبن الحسن میگن و صبحگاهان، شبانگاه و سحرگاه از خداوند با دلی مستر، با قلبی پر از اضطراب تمنا میکنند که خدایا وعده خودت و نصرت خودت رو برسون. آنچه که در قرآن کریم به نصر الله
در آیات مختلف اشاره شده. الا ان نصر الله قریب، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. خدایا به این سحرگاه، به این لحظات و به صاحب این سرزمین ابا عبدالله الحسین، وجود مقدس ابا الفضل العباس، باقی مانده دوران غیبت رو بر ما ببخش. خدایا توفیق بده آنچه میگیم از درون قلب هامون و عمق جانمون برخیزه، بلکه مورد توجه و عنایت تو قرار بگیره. خدایا آگاهیم و معترفیم که تا وقتی از خلق تو مأیوس نشیم، ولی خودت رو که او رو در پس پرده غیبت و در خزانه خودت محفوظ نگه داشتی تا موقعی که بشریت، ما شیعیان و محبین آل الله بالخصوص، برسیم به نقطه ای که تمنا کنیم و این منت بزرگ رو از تو طلب کنیم که ظهور آقا و مولامون رو برسونی و این امر محقق بشه. الهی آمین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا سيد الشهداء، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، صلى الله عليك يا أبا الفضل العباس، صلى الله عليك يا قمر بني هاشم، السلام عليك يا سيدي ومولاي وابن سيدي ومولاي، يا باب الحوائج، سلام الله عليك يا ناصر الحسين، يا أخ الحسين،
یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروب مولانا المهدی بحق اخاک الحسین. یا ابا الفضل العباس، یا کفیل، سلام الله عليك يا ابن امير المؤمنين، وسلام الله على امك ام البنين، وسلام الله على اخوتك الثلاثه المستشهدين بين يدي ابو عبد الله الحسين. اللهم ثبتني على طاعه ولي امرك الذي سترته عن خلقك وبإذنك قاب عن بريتك، وأمرك ينتظر، وأنت العالم غير المعلم بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليك، في الإذن له بإظهار أمره وكشف ستره، فصبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ولا كشف ما سترت ولا البحث عما كتمت ولا أنازعك في تدبيرك ولا أقول لما وكيف وما بال ولي الأمر لا يظهر. قد امتلأت الأرض من الجور وأفوض أموري كلها إليك. اللهم إني أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهرا نافذ الأمر، مع علمي بأن لك السلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشية والحول والقوة، فافعل ذلك بي وبجميع المؤمنين. اللهم آمين. بحق محمد وآله الطاهرين. خدایا پروردگارا منتظریم ظهور امر ولیت رو محقق بفرما. خدایا خودت به ما صبر عنایت کن، توفیق تشخیص وظایفمون رو در این دوران به ما عنایت کن و عمل به اونها رو همت بده تا جامعه عمل بپوشونیم و اسبابی برای تعجیل فرج مولا و آقامون فراهم کن. خب در خدمت شما عزیزان و همراهان هستیم با یک میان برنامه و جملاتی که امیدوارم وجود همه ما رو با معنویت این ماه مبارک گره بزنه و انس بیشتری بده. در خدمت شما هستیم و انشاءالله بعد هم کارشناس محترم برنامه. بالم شکسته بود و هوایی نداشتم، بالم شکسته بود و هوایی نداشتم، از دست روزگار رهایی نداشتم، دردم زیاد بود و طبیبی مرا ندید، دردم زیاد بود و طبیبی مرا ندید، دردم زیاد بود و دوایی نداشتم،
گفتم مگر امام رضا چاره ای کنند، ای وای اگر امام رضایی نداشتم. گفتم که در حرم همه را راه می دهند، اصلا بنای بی سر و پایی نداشتم. میل تو بر دل آمد و میل گناه رفت، میل تو بر دل آمد و میل گناه رفت، ورنه من از گناه عبایی نداشتم. چندین شب است گریه شده کار من، ولی باز هم برات کرب و بلایی نداشتم. روزها و شبها بدون درنگ طی می شوند، خاص این روزها و شبهایی که با تمام اوقات سالیان تفاوت دارند. کار بسیار است و فرصت اندک، فرصتهای خیری که مانند ابر در گذرند سریع و برقاسا طی می شوند. چه بسیار دعاهایی که هنوز بر زبان جاری نگردیده، آن هم در این لیالی گرانقدر. اعمال زیاد است، خواسته ها بسیار است، این شبها همان شبهایی است که برات ورود به محرم، اذن عزاداری، معرفت گریستن بر حسین، سیاه پوشی، زیر بیرق رفتن، خیمه برپا کردن، در راستای حفظ شعائر حسینی کوشا بودن. الهی بار پروردگارا، هر کس از بندگان تو سحرخیزان کوی معرفتت خواسته ای دارد، اما چه خواسته ای بالاتر و والاتر از حسینی بودن؟ الهی به حق حسین نزد بارگاهت، استراب محرم تمام سال همراه من است. اگر نبود این روزها و شبهای رمضان، اگر نبود گشوده شدن ابواب رحمتت، چگونه می شد که آرام بود و آسود خاطر؟ بار پروردگارا، در این لحظه از لحظات ماه مبارکت تو را سوگند می دهیم که اسباب محرم ما را فراهم بگردان، نام ما را در زمره زائران و عزاداران واقعی حضرتش مقرر بفرما. بار الها توفیق گریستن بر حسین را به ما عطا فرما. قدم های ما را در راستای حفظ شعائر علوی و فاطمی، حسنی و حسینی ثابت قدم تر از قبل تعیین بفرما. الهی در امتحان آخر الزمان دست هایی که به سویت دراز شده اند را یاری بفرما. توفیق پوشیدن لباس مشکی محرم را نصیب و روزی ما بگردان. بار پروردگارا، میدانی که زندگی بدون حسین برای ما بی‌معناست، پس به بزرگی خودت سوگند معنای واقعی زندگی را به ما بفهمان و طعم عشق بر حسین را در وجود ما روز افسون مقرر فرما. الهی به امید تو، اللهم عجل لولیک الفرج والعافية والنصر. اللهم عجل لولیک الفرج والعافية والنصر واجعلنا من الباكين على الحسين وعلى مصائب آل الله واجعلنا بفضلك من أهل إقامة شعائر آل الله واجعلنا بفضلك من أهل
احیاء امر آل الله بفضلک و منک یا جواد و یا کریم و نسألک اللهم بالحسین بالحسین بالحسین. بینندگان عزیز و سحرخیزان محترم، ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله که در ادامه برنامه هم لحظات خوشی رو همراه با نسیم معارف آل الله طی کنید و این روز ماه مبارک رمضانتون روزی پربرکت باشه. خب در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم و باز هم توشه‌ای برمی‌داریم از سخنان ایشان و پند و موعظه ایشان، که همه ما محتاج پند و موعظه هستیم و اونهایی که خودشون رو مستقنی از پند و موعظه میدونن قطعاً کسانی هستند که در مسیر هلاکت و زلالت قدم برمی‌دارن. عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم که در سلامت و صحت و عافیت باشید. طاعات و عباداتتون مقبول باشه. در خدمت شما هستیم و فرازهای شریف دعای ابی حمزه سومالی و بیانات گرانقدر شما. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. زن بیان سلام و رحمت الله. قبول باشه اعمالتون، شب زندگی هات، روز هات. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخير له يا أرحم الراحمين. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا خلفة العباس. السلام عليك يا زينب الكبرى ورحمة الله وبركاته. این شبها و روزهای بسیار مهم از میهمانی خدا به سرعت میگذره و فرصت ما و زمان و ارزش و گرانبها از ما گرفته میشه. عمر این مقداری است که گذشته و تمام شده از لحظات و ساعات که استفاده کردیم یا نکردیم. اما در هر حال روایت می‌فرماید که ما قیامت حسرت می‌خوریم، حتی اونهایی که استفاده کردن که چرا بیشتر بها استفاده نشد. عزیزان بیننده، امام سجاد علیه السلام تو این فقراتی که از دعای سحر رسیدیم می‌طلبه که انسان در یک لحظات و ساعاتی باشه که بسیار متوجه باشه و در خلوت خودش. و من خیلی سریع گذشتم و توقفی نکردیم، اگرچه که خیلی نیاز به توقف داره. لحظاتی که انسان جان از تنش خارج میشه، در درون قبر قرار میگیره، این مراحل را امام سجاد علیه السلام با بیان این که گریه میکنم و چرا گریه نکنم، با 5-6 بار تکرار این کلمه فرمودن، خواستن به ما آموزش بدن که باید حتما به فکر باشیم. از دلمون جناب آقای رسایی فرمودن بندها و موعظه هایی که من گوینده میخوام عرض بکنم به هیچ وجه قابل گفتن بند و اندرز نیستیم. من مکرر گفتیم کلماتی است که آقا امام سجاد علیه السلام به ما آموزش دادن. ما فهموندن که مسیری که در پیش دارید یه مسیری است که اگر براش گریه کنید به جاست. خوبان گریه کنند به جاست. همه ما باید برای اون لحظات و اون ساعات مضطرب باشیم. ابکی لظلمت قبری، ابکی لضیق لحدی، ابکی لسؤال منکر و نکیرن،
ای دو تا ملک خدا گذاشته در درون قبر که اینها برای هر شخصی به یک شکلی ظاهر میشن. برای بعضی دیدن و برخورد با همین دو ملک بسیار سخت میشه و برای بعضی ها خیلی زیباست. کسی که امتحانش رو خوب داده لحظه شماری میکنه که نتیجه امتحان بیاد تا بالاخره خودی نشون بده و خوشحال بشه و بگه الحمدلله نتایج زحماتم رو دارم میبینم. اما چون من میدونم حساب خیلی سخته و سخت میگذره، ترس و واهمه و استراب اون لحظه رو دارن. اون دو ملک وارد قبر میشن. خانه قبر برای بعضی ها بزرگ میشه، برای بعضی ها بسیار تنگ و سخت میشه. چقدر فاصله زمانی است نمیدونم. دیدید بعضی وقتا که انسان درد میکشه، انشالله هیچ وقت ندینید، اما خیلی طولانی میشه، ساعت ها و لحظه ها دیر میگذره. شاید همون یک شب و یک روز اونقدر سخت و طولانی میشه که به ما زنده ها یاد دادن نماز وحشت بخونید. یه کاری بکنید که میت درون قبر سختیش کمتر بشه. بهترین هستی و بهترین های هستی به ما فهموندن که شب بسیار سختیه. حضرت زهرا سلام الله علیها جز وصیت هاشون به امیرالمومنین روایت هست که فرمودن شبی که من رو دفن کردی کنار قبر من بمان و برای من قرآن بخوان، که میت نیاز به انس با احیا در اون شب داره. زنده ها باید برای اونایی که از دنیا رفتن این اقل واجب رو انجام بدن، بعد از اون که احترام کردن و تشییعش کردن این دو رکعت نماز وحشت رو بخونن. چه خبره مگه؟ خیلی سخت، خیلی مشکل، خیلی سخت میشه. دو ملک میان حال سوال کردن، آیا به ما اجازه جواب دادن میدن؟ آخه این جواب دادن به باورهاست، نه به حفظ کردن. حالا کسی بگه من حفظ میکنم، نه، خیلی حفظ بودن، مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی خوب میدونست امام بعد از امام هفتم کیه و امام رضا علیه السلام رو خوب میشناخت. اما وقتی که در دنیا منکر امام رضا شد زبونش گرفت، نتونست نام مقدس امام هشتم رو ببره. باید میفرمد تلج داشتن سامه. نفسمون از اون لحظه ایست که اگر به ما اون ملک گفت من ربک، نتونم بگم. چرا؟ چون تو دنیا خوب خدا رو بندگی نکردم. وقتی میپرسه من نبیک، خدایا میتونم درست جواب بدم؟ وقتی از امام من سوال میکنه به من اجازه میدن نام امیرالمومنین رو بچاش رو از زبانم جلافانی میکنم. بعدن سبکه این دن قبل گوشتن باش قدیم بخونم، تلقیم کنم بدن بی جان میت رو تکان میدن. خب که مرده نه احساس میکنم. بهش دارن میگن اگر آن دو ملک آمدن رو به تو گفتن خدای تو کیست، بگو الله. نبی تو کیست، بگو محمد و نبیه. شهادت میدهم ان الموت حق و ان ناکرا و نکیرا حق و اشهد ان البحر حق و ان الصراط حق و ان الصاد حق. خدای همه چیزایی که تو دنیا خوندم از معاد قبول دارم، باور دارم. من منکر حساب و کتاب نبودم و نیستم. خدای لحظه ای حساب و کتاب رو بی خیال نشدم. از اون آدمایی نبودم که گفتم نقد و بچسب، نه، نقد را قیامت میدونستم، فرصت را برای عمل دنیا، دنیا را مزرعه میدونستم برای آخرت. خدای زبانم رو در قبر گویا کن. رفقا، یکی از نکته های خیلی مهم دیگه که اینجا هست اینه که خیلی ها اون لحظه ای که میخواد روح از بدنشون خارج بشه باورهاشون رو کنار میزنن. یعنی همون یه مقداری رو هم که تو دنیا میگفتن دیگه نمیتونن بگن. بس معلوم میشه واقعا باورشون نبوده، چون پدر مادرش مسلمون بودن، مسلمون بوده، به زبان بوده. اصطلاحا بهش میگن عدیله، یعنی بر میگردن، کافر از دنیا میرن، نفسهای آخرشون رو با شرک، با بی خدایی، با دوری از پیغمبر و آل پیغمبر. اینقدر روایت داریم که این دعا رو انجام بدید، این نماز رو بخونید، این عمل رو انجام بدید، دین شما لحظه رفتن شما به شما برگردونده میشه، از شما گرفته نمیشه. این امانت میمونه، این امانت لحظه حساس به شما برگردونده میشه. این نشون دهنده که یکی از خطرات اون لحظات اینه که خدای نکرد آدم بیدین از دنیا بره. یکی از اون لحظات سخت اینه که انسان درون قبر نکنه جا
جواب درستی بده. هر سوالی که درست جواب داده نشه عقوبتی سخت دنبالشه. نمیدونم این کلمه رو بگم یا نه، بعضی های خورده ای سختشون هم سحرهای ماه رمضانه. الان نگیم کجا بگیم کی بگیم؟ دیدید بعضی از منبری ها وقتی مجلس رو یا مداها میبینن آماده است و همه اشک میریزن، روزهایی که یه مقدار جانسوز تر هست اشاره میکنن. درستش هم همینه، باید حقش ادا بشه. اگه سحرهای ماه رمضان این حرفا رو نزنیم و باز نکنیم کی باز کنیم؟ روایات میفرماید مردم در قبر سه دسته میشن. یه عده اونها هستن که قبر براشون تبدیل به یک بهشت میشه و نعمت ها. اونها کسانی هستن که محول ایمان محض یک ذره بدی نداشتن، پروندهشون سفید سفید بوده، خوب زندگی کردن. دسته دوم اونایی هستن که قبرشون تبدیل به یک گودالی از آتش میشه تا قیامت. اونها کسانی هستن که محول کفر محض، ذره ایمان در وجودشون نبوده. دسته سوم رو باید میگرد اکثر مردم دسته سوم هستند. اعمال خوب داشتن، اعمال بد هم داشتن، احسان داشتن، اشتباه هم داشتن، موبد رو با هم قاطی کردن. این دسته که اکثر مردم از این دسته هستند روایات میفرمد یترکون خویارا قهاشون میکنن متحیر. میفرسن خب ما سوالا رو جواب دادیم، چی میشه آقابت ما میزارم؟ سب تا نتیجه بکنم این سب این نتیجه بیاد. تو دنیا تجربه کردی؟ تو امتحان، تو کنکور، توی ورودی به یک شرکتی یا جاهای دیگه هی فردا زنگ میزنی، پس فردا یه مشکلی یه جایی پیدا کردی، میگه سب بکنی تا نتیجه چی بیاد. چه سخت میذاره، خصوصا اگه مسئله مهم باشه. حالا من در خانه قبر، تو اون جای حساس، اون جای وحشتناک امتحانم رو جواب دادم، زمان گذشته، حالا میخوام ببینم قبول شدم یا نه. صبر کنید، صبر بکنید، صبر بکنید. چقدر صبر کنید؟ یه شب، یه ماه، یه سال. عمر برزخ رو نمیدونیم، اما شاید یک میلیون سال. بله یک میلیون سال. نمیدونم. 100,000 سال. 100,000 سال. آقا اینا ارقام و عدد نیست که فکر بکنیم. خدایا میدونم ارزشش نداره که عمر دنیا رو به بتالت و گناه بگذرونم، اما چیکار کنم با این نفس و این شیطان و این بدبختی هایی که دوره بر من گرفته؟ خدایا من نمیخوام جز دسته سوم باشم. الحمدلله از دسته دوم نیستم، آرزوم اینه که از دسته اول باشم. به برکت اهل بیت، به برکت سید الشهدا، بله به برکت سید الشهدا. مرحوم آقای معرفت تو از اون کسایی که دارن، تو بعضی از برنامه ها گفتم سابقا فکر کنم اربعین بود که نوشته بودن یک شخصی بود در نجف پیاده میرفت کربلا هر شب جمعه. بچه هاش بهش گفتن بابا دیگه پیر شدی، عمری ازت گذشته، نمیگیم کربلا نرو اما سوار شو پیاده نرو، اذیت میشی. میگفت من ندیده بودم پیاده میرفتم، حالا که دیدم پیاده نرم، تا جون دارم پیاده میرم. بهش گفتم مگه چی دیدی؟ گفت یه سال خیلی تابستون گرمی بود، شبهای جمعه که میرفتم یه کوزه آبی برمی داشتم توی راه تشنم میشد میخوردم، یه مقدار نون خوش با ماست و پنیری چیزی هم همراهش میبرد. اونا که سریع میرفتن یه روزه میرسیدن، صبح زود که راه میافتادن شب کربلا بودن، اما وسط روز تو صحرا بودن. اون روز خیلی آفتاب گرم بود، از اولای صبح تشنم شد ولی آب نخوردم، گفتم آبو میذارم دم ظهر بخورم. نزدیکای ظهر شد، خیلی تشنم شد، اومدم قمقمه رو باز کنم، دیدم درش باز مونده بوده، آبش بخار شده. صحرا رو میشناختم، میدونستم تا چند ساعت دیگه آب نیست، راه پس پیش نداره. یه چند قدمی راه رفتم، از شدت تشنگی و گرما چشام سیاهی رفت، حالم گیج رفت، دیگه نفهمیدم رو زمین افتادم. نگاه کردم دیدم که توی باغ بزرگی هم آدم های رفت و شد میکنن، خیلی صورت های نورانی، چقدر درخت اینجاست، چه میوه های قشنگی. یه نفر از اینا اومد جلو، سر من از زمین بلند کرد، یه ظرف آب دستش بود، گفت بنوش. نمیتونستم، جون نداشتم بپرسم تو کی هستی؟ اشاره کرد بنوش. آب رو نوشیدم. تو عمرم آبی به این خوشمزدگی نخورده بودم. ای جانم، قل ارائیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین.
ایشالا حکومت امام زمان علیه السلام بچشیم طعم همه چیز را، حتی طعم آب را. زندگیمون زندگی های بدی شده، همه چیش آلوده است. آقا که بیاد همه چی تصفیه میشه، همه چی خالص. طعم حقیقی آب وجودش رو نشون میده. شاید این کلمات خودم رو نفهمم، اما میدونم طعم عوض میشه، طعم میوه ها حقیقی میشه. جون گرفتم، ذره آب خوردم، پرسیدم که شما کی هستی؟ تو قمقمت رو بیاره برات پر کنم، نیازت میشه تو را. قمقمه منم پر کرد. گفتم تو رو به خدا تو کی هستی؟ اینجا کجاست؟ من این مسیر رو میشناسم. اینجا درخت نداره، زمین سرسبز نداره، این همه میوه های چند فصله اینجا چیکار میکنه؟ شما کی هستید؟ اینا که رفت آمد میکنن، این آقایون نورانی، اینا کیان؟ به هم گفت اینجا برزخ زنبار امام حسین. اینجا وقتی قرار شد اسم امام حسین بیاد، دیگه قصه باید فرق بکنه. نمیگم آدمای روسیایی مثل من با یه عالم گناه، ولی خب یه کاری میکنه امام حسین که تا زنده ایم یه قابلیتی، یه لیاقتی، یه کار خیری، یه فداکاری، یه کار بزرگی، یه خدمتی که آقامون از ما راضی بشه تا بتونیم در ردیف اینها تو عالم برزخ قرار بگیریم. عوضمون میکنم به شرطی که از امام حسین جدا نشه، به شرطی که همیشه اسممون تو اون لیست بمونه. داشتم میشنیدم عزیزمون جناب آقای رسایی با اون دوستی که صداش رو پخش کرده بودن از همین صحبت میکردن و همینطوره. راستش رو بخواید به غیر از این در قبر امیدی نیست، در اون عالم امید نیست. وقتی انسان روایاتش رو میخونه که چقدر سخته، یکی سوال میکنه، میگه من عجله ندارم، نکرو منکر، یکی سوال میکنه چیکار کردی با اون پول اون روزه، چیکار کردی با پولی که اون ماه گرفت اون ماه، یه درهم رو باید جواب بدی. تازه این قبره، قبل از قیامت، قیامت هم با سوال فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها حساب، حلالش حساب داره. رضا بعضی از اصحاب پیغمبر بودن، وقتی این روایت رو میشنیدن میگفتن خدایا اگر روزی 5 تا سکه طلا به ما بدی، همش هم در راه خودت صدقه بدی، نمیخوایم، یه کار دیگه میکنیم ثواب داشته باشه. چرا؟ چون تحمل این همه ایستادن و جواب دادن رو نداریم. میخوایم بارمون سبک باشه، سر بله، هر که بامش بیش، برفش بیشتر. اگر انشالله صدقاتش، اعمال خیرش، اگر این پولا نباشه کار خیلی زمین میمونه، اما امتحان سختی خودم رو امتحان کنم. اگر آدمی هم دل بسته یه به دنیا، اگر حساب بانکیم خیلی برام مهمه، اگر کمک کردن به این اون برام سخته، هر چیز رو در بار خودم رو سبب کنم تا فرصت دارم. و الا بعد از من توقع نداشته باشم. شنیدید اون روایت رو که اگر یک کوهی از خرما بعد از مرگش خیرات تازهی دسته کنم که خودش در زمان حیاتش کار خیر میکرد قیمت نداره. بفرزن بچه های ما همه برای ما خیرات کنن، نمیشه مثل اونی که در زمان حیات مدن شما انجام بده. ببینم دلبستگی هم به کجاست، چون اونا بعد کار دست من میده. لحظه خارج شدن جان از بدن، قبر گیر میفته. اگه دلبستگی هم مادی دنیاییه، کمش کنم از بینش ببرم. دلبستگی من امام زمان باشه، دلبستگی من، دلخوشی من خیر رسوندن به مردم باشه. اکیل سؤال من و نکیرن ایان. سخته، واقعا بیانش سخته، گفتنش سخته. خدای کنم اکیل خروجی من قبری، آریانم ولیلن، حاملن ثقلی علا وحری، انظر مرتن عن یمینی و مرتن عن شمالی، اذا الخلائق بشأن غیر شأن. خدای
من چرا گریه نکنم؟ گریه میکنم بر اون لحظه که وقتی از قبل میام بیرون برهنه هست. ای وای، تو دنیا انقدر برام لباس و شکل و مدل موهام مهم بود، الان مقابل اون همه جمعیت تو صحرای محشر از قبل میخوام بیام بیرون در حالی که هیچ لباسی به تنم نیست. چقدر زشته. خوشا به حال اونایی که قبرشون آباده، خوشا به حال اونایی که برزخشون شیرینه، خوشا به حال اونایی که جواب نکیر و منکر رو راحت میدن و سبک بال میرن. این حکایت رو از دوستمون برای عزیزمون شنیدیم، تقریبا همینطوره. میگفت دوست من از دنیا رفته بود، خیلی توسل کردم تا او رو در خواب دیدم. گفتم چطوری؟ گفت خوبم الحمدلله. گفتم راه چطور بود؟ گفت خیلی سر. وقتی من رو در اون خواب گذاشتن داخل صحنه امام حسین، همزمان یه نفر دیگه هم از اهل روستاها و اینها دفن شده بود. من میدیدم ملک الموت نکیر و منکر رفتن سراغ او، ازش پرسیدن من رفتم. یه نگاهی کرد، گفت انا لا اعرف غیر صاحب هذا القبر، من فقط این آقا رو میشناسم. من تو چشم باز کردم، کربلا بودم. هرچی ازش سوال کردن فقط میگفت من آقا رو میشناسم. امام حسین علیه السلام فرمودن حسابشو با من واگذار کنید. اومدن سراغ من، برفت کلش تو حالم خواب میگه، از منم پرسیدن. دیدم که سوالا جوابش آسون نیست، نمیشه راحت گفت، نمیشدم پنهان کرد. راستی خدای وحده لا شریک له بود، پول نبود، زن و زندگی نبود، همه چیزت خدا بود. راست میگی، پیغمبر خاتم نبی مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود، چرا تو زندگی هیچ رنگی نداشت؟ امامت راستی امیرالمؤمنین بود و اینقدر شکم تو پر کردی؟ راستی تو امام حسین دنبال میکردی؟ و امام حسین تو زندگی؟ گفت از منم پرسیدن، گفتم انا لا اعرف صاحب هذا القبر، من فقط این آقا رو میشناسم. هی تکرار سوال ها. امام حسین لبخندی زدن، فرمودن این عالمه مثل اون نیست، ولی بذارید حسابشو با من، حالا که یاد گرفت راهش چیه. بله تقریبا همینطوره. بعد یه جوری ارتباطمون رو با ولی خدا قوی کنیم که او بیاد کمکمون کنه، امام رضا بیاد زبان ما رو گویا کنه. روایات راجع به خارج شدن از قبر، یعنی حالا برزخ گذشت، چجوری گذشت؟ لحظه این خارج شدن از قبر اونقدر سخته که امام سجاد میفهمد چرا گریه نکنه. اون لحظه که میخوام از قبر بیام بیرون، روایت داره یک پا درون قبر یک پا بیرون قبر، آتش فشان ها، کوها که در هم کوبیده میشه، آسمان ها، زمین، چه اتفاقی میفته من نمیدونم، اما فقط 600 سال روایت داره یه پا تو قبر یه پا بیرون قبر. انسان نگاه میکنه اون منظره ها رو، مردی که دردیم خودمون میشیم نگاه میکنیم، میبینیم اذ الخلائق فی شأن غیر شأنی، هر کی تو فکر خودش باشه، هر کی تو فکر یه جایگاهی برای خودش پیدا کنه، یه سایبانی، یه رفیقی، یه ناصری، یه یاری که دستشو بگیره. همه برهنه میان بیرون، کسی لباس به تنش نیست جز عده کمی، اونهایی که تو دنیا با آبرو زندگی کردن، اونهایی که تو دنیا با آبروی مردم بازی نکرد، اونهایی که تو دنیا خیرشون به دیگران رسید. شنید عده‌ای هستن حتی لباس ندارن، لباس براشون تهیه کرد، این لباس در قبر و قیامت پوشش خودش بود، الان به دردش میخوره. یک کسی آبروی کسی رو حفظ کرد دنیا و تو جامعه، اونجا براش پوشش درست میشه. و الا اکثر مردم یه جوری هن برای اینکه کسی نبینتشون دنبال یه سوراخی میگردن که خودشون رو پنهان کنن. ولی مگر میشه؟ کجا برم؟ کجا قایم بشم؟ کجا پنهان بشم؟ هیچ پناهی نیست. اکیل خروجی من قبری عریانم ذلیلن، خیلی سختتر از برهنه بودنه. لحظه که از قبر میام بیرون ذلیلم. تو دنیا 10 نفر 50 نفر برام کار میکردن، تو دنیا پادشاه بودم، لشکر داشتم، تو دنیا
ثروت داشتم، امر میکردم همه برام جمع میشدن، اما الان ذلیلم، خارم، کسی نگاهم نمیکنه. یه وضعیه. تمام شد. چرا گریه نکنم برای اون لحظه؟ حاملا ثقلی علی قلبی. حالا اون آیه طرف یه چیز سومم، یه چیزی به دوشم گذاشتم اسمش اعمال. اینا رو هم یه جوریه که بقیه هم میبینن، بقیه هم میبینن. روایت داره لحظه حشر بر اثر اعمال مردم مشمول میشن. یه کسی مثل مورچه ریز زیر دست و پاها تو دنیا غرور داشتی، کسی نمیتونست یه کلمه به تو بگه، حالا شده مورچه زیر دست و پاها. یه کسی تو چشماش تیر فرو کردن، یه کسی زبونش از دهنش بیرون افتاده زیر دست و پاها میره، یه کسی از عورتش داره نجاست میریزه بیرون، یه کسی از موهاش گرفتن میکشن، قیافه ها داد میزنه تو دنیا چه کاره بودن. خجالت این منظره خیلی سخته. خدای سنگینی اعمالم رو رو دوشم. روایت داره که موقع نماز که میشه ملکی صدا میده، باشید بنده های خدا، باشید آتیش هایی که رو کمرتون جمع کردید با نماز خاموش کنید. خدای تا فرصت داریم، خدای تا مجال داریم، سبب کنید این بار. آخ که چقدر دل شکون، آخ که چقدر با عملم مردم رو نسبت بدین سرد کردم، آخ که چقدر غیبت گفتم و غیبت شنیدم، آخ که چقدر به مردم تهمت زدم و بعد فهمیدم اشتباه کردم، روی اسقایی هم نداشتم، آخ که چقدر زندگیم حلال حرامش تو هم قاطی بود. بارم سنگین، خدا اعتراف میکنم بارم سنگین. کی جبران کنم تو این سحر شب هفتم ماه رمضان؟ تو را قسم میدم به مظلومیت پدر امیر المؤمنین ابو طالب، خدایا کمکم کن تا زندم بارم سبب کنم. خدایا اگه دلهای از من ناراضی هند که روم نمیشه درستش کنم، خودت درستش کارو به قیامت نگذاره. خدا نمیخوام قیامت حسنات و ترازو و حساب و کتاب، یعنی الان چیکار کنم که پاک بشه، چیکار کنم که سبک بشه؟ چیزی ندارم، چی تقدیم بکنم جز این که دلمو بفرستم تو صحرای کربلا به یاد اون لحظه ای که سید الشهدا برگشتن از میدان، سکینه جلو اومد، بابا عمومون عباس کجاست؟ چرا برنگشت؟ امام حسین اونقدر شکسته شده بودن که جواب نداده، هم رفتن به سمت خیمه عباس، داخل خیمه شدن، عمود خیمه رو برداشتن، خیمه رو زمین افتاد. همه این سادات زینب صدا زد وا و یعطا، ای که بیچاره شدی. بچه ها چادراتون رو محکم کنید، اگر طلایی زینت کنار رو بگذارید. امام حسین دیگه بی عباس شد، علمدارش رفت، خدایا به کمر خم شده یا حسین، خدایا به اون دستایی که از زمین برداشت و بوسید، خدایا به اون سر نازنین که وقتی رو زانوش گذاشت سرش رو کشید عباس رو خاک گذاشت، نوشتن سه بار امام حسین سرش رو بلند کرد، عباس هم چرا سرش رو برمودید؟ الان انت تأخذ به رأسی ولیکن بعد ساعه من یأخذ به رأسی، داداش بذار تو این کارم با تو مواسات کنم، الان سر من رو دامن تو جان بدن، ساعتی دیگه کی سر تو رو برداره به دامن بگیره؟ الهی مظلومیت اول به مقام قمر بنی هاشم تا زنده ایم به ما توفیق خوب زندگی کردن عنایت کن. خدایا پاکمون کن و ببر، خدایا اون سفیدمون کن و ببر، خدایا ما رو
رضایت مند دل امام زمان قرار بده و ببر. خدایا ما تحمل و سختی جان کندن و قبر و قیامت و جواب نگیر و منکر رو نداریم. خدایا از خجالت بیرون اومدن از قبر میترسیم. شنیدیم استثناءهایی داری که اونها این چیزا رو نمیبینن. خب اونا سلمان ها میفهمیم، اما میدونیم به برکت امام حسین میتونیم ما رو قاطی اونها زمره اونها قرار بدیم. الهی بالحسین الوجود و جدهی و علی و امهی و اخی ببخش یا رب. الهی انشاءالله که خدا قبول کنه از شما عزیزان از همگی به برکت عمه سعادت زینب کبرا و آقا سید شهدا. الهی آمین. ممنون و متشکرم از شما سرور خودم. انشاءالله که خداوند شما رو در مسیر بندگی و خدمت به اهل بیت علیهم السلام خواسته وجود مقدس امام زمان علیه السلام موفق بداره، ثابت قدم باشید انشاءالله و خدا به علم شما و کلام شما اخلاص و برکت بده. خدا به تنتون انشاءالله صحت و عافیت بده. ممنونم باشید انشاءالله که ممنونم. سلامت به شما هم اینطور موفق باشید. سلامت باشید انشاءالله که بینندگان عزیز هم از این فرمایشات شما بهره‌مند شده باشند. اگر عرض کردم پند و موعظه، منظورم این هست که وسیله خیری هستید برای اینکه معارف اهل بیت علیهم السلام رو منتقل کنید به ما و گوشهای ما بیدار بشه و قلب هامون نسبت به این معارف انشالله روز به روز گوشوده تر بشه. خداوند انشالله شرح صدری بده که این معارف بر دل هامون بنشینه و خودش توفیق عمل هم بده، مخصوصا به بنده گوینده. انشالله که سلام خاص ما را هم خدمت خانم حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها و دردانه ابی عبدالله حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها انشالله برسونید. انشالله که به زودی زود به عافیت مشرف بشید به کربلای معلا. شما عزیزان هم از زن بیننده رفاقای شبکه انشالله همه عاشقان حضرت زینب هم الحمدلله راه آسمون شده. انشالله امنیت هست بیشتر بشه همه تون رو بشه. الهی آمین. دعای خیر شما و انشالله ببینیم که ظاهر مردم ممنون و متشکرم از شما. انشالله که موفق باشید و در سایر شبهای این ماه مبارک هم در خدمت شما باشید. یا علی مدد. ممنونم. موفق. خدا حافظ شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه و آله نبیا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و بالکعبة قبله و بعلی صلوات الله علیه ولیا و اماما و بالحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهم أئمة. اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير. إلهي بهم أتولى ومن عدوهم أتبرأ،
فثبتنا على دينك القويم وصراطك المستقيم، واجعل إيماننا مستقرا ثابتا، وتوفنا مسلمين على دين محمد وآل محمد، واجعلنا بمحمد وآل محمد فائزا عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اللهم بالحسين تقبل منا وارحمنا ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم أكرمنا بكرامة محمد وآل محمد. يا أبا عبد الله أغا جان، يا أبا الفضل العباس سيدي، خیلی محتاج یک نگاه لطف شما و شفاعت شما نزد ارباب عالمین آقا ابو عبدالله الحسین هستی. آقا تمنا می کنیم از سر لطف و کرمتون دست ما رو به دامان سید الشهدا آقا ابو عبدالله الحسین متصل کنی و آنی و لحظه ای جدا نسازی. یا صاحب الزمان، یا بقیت الله، ای منتقم خون حسین، ای منتقم خون آل الله، یا ابن الحسن مولا جان، والله قسم اگه آنی و لحظه ای آقا نظر لطف شما نباشه، در این دنیای وانفسا و امواج پرتلاطم نفسانیات، شهوات و ظلم و جور غرق میشیم مولا جان. ظلماتی که این دنیا رو فرا گرفته، فقط به نور هدایت و عنایت شما روشن میشه آقا جان. قلب ما رو روشن کن، همت و توفیق عمل بده و جبران آنچه که تباه کردیم و فاسد کردیم از دین و دنیا و آخرتمون، از اون بدتر حق الناس و حقوقی که به گردنمون بود و رعایت نکردیم. آقا همچون عبد ذلیلی تمنا میکنم، تمنا میکنیم به حرمت مادرت حضرت صدیقه، به مظلومیت جدتون امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما، ببخشید آقا هرچی کردیم از جهل و نادانیه. شما پدر مهربان در پس پرده غیبت بودید و ما هم از شما غافل، دستمون از شما کوتاه، گناه بعد از گناه و هر روز دورتر از روز قبل. خیال کردیم آقا
کاری انجام دادیم، ولی وقتی تنها میشیم، وقتی خودت توفیق میدی یه نگاهی به درونمون، به گذشتمون بیاندازیم، خیلی وضعمون خراب. آقا همه امیدمون رحمت و لطف خودته، همه امیدمون اون لحظاتیه که اجازه دادید و مادر شما اجازه دادن در مجلس عزای آقا ابو عبدالله الحسین بنشینی، استکان چای تعارف کنی، کفشی جفت کنی، کتیبه سیاهی به دیوار بزنیم، بگیم یا حسین، بر سر و سینه بزنیم و در عزای آقا ابو عبدالله الحسین غسل تطهیر کنیم. آقا مولا جان، یا صاحب الزمان، تو رو به این لحظاتی که کم بودن اما ارزش اون رو فقط خود شما میدونید و خداوند رب العالمین، بیایید و لطف کنید به برکت اون لحظاتی که در چنین مجالسی حضور داشتیم یا توفیق انجام خدمتی داشتیم، دستگیری کنید و کمک کنید. آقا فرصتی نمونده، باقی عمرمون رو آقا طوری زندگی کنیم که ولو یک بار هم که شده از صمیم دل بگید مرحبا به ناصرنا، به قلبهی و لسانهی و یده. جمله‌ای که خیلی از اصحاب اهل بیت علیهم صلوات الله از خوبانشون توفیق شنیدن اون رو داشتن، فقط یک بار آقا، یک بار عملی انجام بدیم که حقیقتاً اون رو امضا کنید و مورد رضایت شما واقع بشه. تو این لحظات آخر چند فقره ای از دعای عرفه رو تقدیم شما میکنیم یا صاحب الزمان، بلکه دلهای ما رو، وجود ما رو حسینی کنی و حسینی بمیرانی. لبیک یا حسین. صدق کتابك اللهم و انباؤك وبلغت أنبياؤك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وشرعت لهم وبهم من دينك، غير أني يا إلهي أشهد بجهدي وجدي ومبلغ طاعتي ووسعي، وأقول مؤمنا موقنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا، ولم يكن له شريك في ملكه فيضاده فيما ابتدع، ولا
ولی من الظل فیرفده فی ما صنع فسبحانه سبحانه لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. یا علی مداد، اللهم عجل لولیك الفرج والعافیت والناس. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بين. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل.